از رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای رئیسی سلام و عرض ادب. آقای رئیسی، با توجه به گزارشی که شنیدیم، به نظر شما ریشه این قساوت‌ها در بشر امروزی چیه و چگونه میتوان افکار عمومی دنیا را نسبت به ظلم نسبت به مسلمانان در نقاط مختلف دنیا آگاه کرد؟ بفرمایید. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و برنامه خبر اخبارشیه. بله، متاسفانه یک خبر ناگواری هست و اون برخورد بسیار خشن و غیر انسانی و ضد اخلاقی در میانمار علیه مسلمان ها. ولی اگر اجازه بدید ما این رو در یک کانتکست بزرگتر و فراگیرتر نگاه بکنیم و اون بحث برخورد جامعه موجود تحت عنوان نظام بین الملل با کلیت مسلمانان در اقصا نقاط مختلفه. من اگر این پیشفرض رو بخوام دستمایه عرایزم قرار بدم، به این نتیجه میرسم که با موج بیداری اسلامی که طی این چند دهه ایجاد شده، به خصوص بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و سلطه به اصطلاح دنیای استعمار بر تمامی جهان و تقسیم و تجزیه کشورهای اسلامی، در اونجاست که ما میبینیم که بعد از مدت‌ها که سرکوب شدید از سوی استعمار تحت عنوان نظم نوین جهانی بر مسلمان‌ها استوار شده بود، یک موج بیداری رخ داده که این موج بیداری موجب برخورد و تنازع حکومت‌ها، چه در حکومت‌های محلی و چه در بزرگتر و فراگیرتر دنیای استکباری علیه مسلمان شده. چون با این موج بیداری بر همون اساسی که مسلمان خودشون مستقل باشند در برابر ظلم همواره ایستادن، موجب تهدید نظام نوینی هست، نظام بین المللی است که برخواسته و بیرون آمده از دل جنگ جهانی هست و این موجب ضعف و برخورد شدید با عرضم به حضورتون که دنیای استکبار شده. لذا دنیای استکبار همه امکانات خودش رو فرا گرفته این سرکوب رو انجام بده. از جمله در همین مسئله میانمار میدونیم که متاسفانه علل اغلب بوداییان میانماری تحت تأثیر تبلیغات جهان غرب و نظامات سرمایه‌داری و اولیگارشی حاکم بر جهان همسویی پیدا کردن با اون نظام فکری صهیونیستی عالم که نسبت به مسلمان‌ها بد می‌باشند. و البته در اینجا متأسفانه یک خوانش‌های جدید خشونت‌بار و قرائت ناصحیحی هم که از دل اسلام در پی این رو بیداری جهان اسلام بروز و ظهور پیدا کرده، این موجب یک تنازع و تقابل شدید میان اون جریانات سرکوبگر بین المللی نسبت به جامعه اسلامی شده. لذا ما هر روز شاهد این هستیم که مسلمانان روهینگیا چه در خود چین و چه در خود میانمار و حتی در هندوستان و در اقصانقاط عالم دیگه، از جمله همین مسئله غزه، همواره موجب هجوم و سرکوبی. من در این کانتکست باید این مسئله رو ببینیم و اون رو اگر من به طور خلاصه دوباره تکرار کنم، در فرایند موج بیداری اسلامی است که جامعه اسلامی دوباره بازسازی خودش رو به عنوان یک جریان فکری و نوع مستقل داره به جهان تثبیت میکنه. بله، با تشکر از رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.